بریم. خب آه چی بود؟ نگاه کن، آه بود سی سینوس بی، پس میشه سی در سینوس بی به توان دو به اضافه اچ سی. چی بود؟ بچه ها نگاه کنید، این سی اچه، خب سی اچ برابر بود آه منهای بی اچ به توان دو، آه منهای بی اچ به توان دو. ادامه بدیم. بی به توان دو برابر است با، به توان دو برسون، می شود سی دو سینوس به توان دو بی به اضافه یه. اینو به توان برسون میشه آ دو به اضافه یه بی اچ به توان دو منهای دو تا آ بی اچ. خب برابر است با بی دو. سی دو سینوس دو بی به اضافه یه آ دو به اضافه یه. بچه ها بی اچ چی بود؟ نگاه کنید بی اچ رو اینجا دارم، طبق رابطه یک بی اچ من بود سی کوسینوس بی که اگه به توان دو برسه می شود سی دو کوسینوس به توان دو بی منهای دو تا آ، باز بی هم بود چی؟ سی در کوسینوس بی. درست شد؟ خب ببین چیکار میکنم، بقیهش دیگه محاسباتیه. بچه ها از این دوتا اینو این، از یه سی دو فاکتور میگیرم، پس بی دو به اضافه یه آ دو هم مینویسم به اضافه یه. از یه سی دو اگه فاکتور بگیرم میشه سینوس دو بی به اضافه یه کوسینوس دو بی منهای دو تا آ سی کوسینوس بی. درست شد؟ بچه ها سینوس دو به اضافه کوسینوس دو چند میشه؟ آفرین، این میشه یک. خب این که بشه یک، یک ضرب در سی دو میشه خود سی دو، بنابراین بی دو برابر است با آ دو به اضافه سی دو منهای دو آ سی کوسینوس زاویه بی. درست شد؟ کوسینوس زاویه بی حکممون اثبات شد. ثابت کردیم که در هر مثلث دلخواه اندازه هر ضلع برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر منهای دو برابره حاصل ضرب اون دو ضلع در کوسینوس زاویه بینشون. این بود بچه ها قضیه کوسینوس ها، این قضیه کوسینوس ها. درست شد؟ این بود قضیه کوسینوس ها. پس چیکار کردم؟ یک بار روند کار رو براتون توضیح بدم به چه صورته. دقت کنید، اومدم ارتفاع مثلثم رو رسم کردم. خب ارتفاع مثلث رو رسم کردم، من اومدم برای بی، شما برای هر کدوم از ضلع‌ها میتونید این کار رو انجام بدید. من اومدم برای این ضلع انجام دادم، یعنی میخواستم بگم بی دو برابر است با سی دو به اضافه آ دو منهای دو آ سی کوسینوس زاویه بی. خب چون با نگاه کنم کوسینوس کدوم زاویه کار داشتم، کوسینوس زاویه بی، اومدم برای زاویه بی سینوس کوسینوسش رو حساب کردم و اینجا بی اچ، اینجا آ اچ رو بر حسب کوسینوس و سینوس بی به دست آوردم، شد سی در کوسینوس بی بی اچ، سی در سینوس بی آ اچ. از طرف دیگه سی اچمون هم برابر بود با بی سی منهای بی اچ که اندازه بی سی هم برابر بود با آ، یعنی آ منهای بی اچ. بعد تو این مثلث کوچیکه یعنی ای اچ سی اومدم رابطه فیثاغورس رو اعمال کردم، و تر به توان دو آسی به توان دو برابر است با آه دو به اضافه سی اچ دو. خب آه رو داشتم، اینهاش بود سی در سینوس بی به توان دو سی دو کوسینوس سی دو سینوس دو بی. از طرف دیگه سی اچ رو اینجا حساب کردم، آه منهای بی اچ به توان دو. درست شد؟ اما آسی تو مثلثم برابر بود با بی، پس شد بی دو به توان دو. این هم که به توان دو برسونیم شد سی دو سینوس دو بی، هیچی. اولی به توان دو آ دو، دومی به توان دو بی اچ دو، منهای دو برابر اولی در دومی. البته بی اچ هم اینجا داشتم، بی اچ هم بود سی کوسینوس بی
که به توان دو برسه شد سی دو کسینوس دو بی، اینم که سی کسینوس بی. بچه ها اومدن چیکار کردم؟ آدو سر جاش هیچی، سینوس دو نگاه کن، سی دو سینوس دو بی، سی دو کسینوس دو بی، سی دو مشترک بود، اومدم از یه سی دو فاکتور گرفتم شد سینوس دو به اضافه کسینوس دو بی. نگاه کن، سینوس دو به اضافه کسینوس دو هر زاویه شد یک، سی دو ضرب در یک میشه خود سی دو. پس جواب نهایی شد چی؟ بی دو مساوی است با آ دو، سی دو منهای دو تا آ سی کسینوس بی. این بود قضیه کسینوس ها، قضیه کسینوس ها. بچه ها مثال ازش بزنیم ببینیم چی میگه. اصلا میگه در شکل زیر مقدار x را به دست آورید. دقت کنید، از قضیه کسینوس ها کجا استفاده میکنید؟ زمانی که دو تا ضلع مثلث و زاویه بین اون دو تا ضلع داری، برای به دست آوردن ضلع سوم از قضیه کسینوس ها استفاده میکنید. خب از قضیه کسینوس ها استفاده میکنید. و از قضیه سینوس ها کجا استفاده میکردید؟ دو تا زاویه رو داشتید، تو کسینوس ها یه دونه زاویه و طول دو ضلع اون زاویه رو داشته باشید. بریم طبق قضیه کسینوس ها x2 مساوی است با این ضرب توان دو به اضافه اون یکی ضرب توان دو منهای دو برابر ضرب اول در ضرب دوم در کسینوس زاویه بینشون. خب پس x2 برابر است با 30 به توان دو 900، 50 به توان دو 2500. خب این هم میشه 15 3000 در رادیکال 3 دوم. درست شد؟ که اگه حساب کنیم چند میشه بچه ها کسینوس، ببخشید زاویه 120 درجه است، زاویه 30 درجه نمیدونم از کجا خوندم. خب بچه ها کسینوس زاویه 120 درجه، کسینوس 120 چند میشه؟ کسینوس 60 میشه 1 دوم، چون ناحیه دوم منفی میشه میشه منفی 1 دوم. پس اینجا یه منفی 1 دوم هم قرار میدیم. درست شد؟ پس x2 مساوی است با 900 به اضافه 200 میشود 2500 میشه 3400، اونم 1500 3400 4900. از اینجا ایکسمون چند در میاد بچه ها؟ جذر میگیرن میشود 70. پس ایکس برابر شد با 70. بچه ها اندازه هر ضلع برابر است با مجموع مربعات دو ضلع منهای دو برابر حاصل ضربشون در کسینوس زاویه بین این دو تا ضلع. خب این بود مثالی از قضیه کسینوس ها. پس یادتون باشه اگر دو تا زاویه و یک ضلع معلوم بود، خب حالا یکی از ضلع‌های روبرو به این زاویه، برای به دست آوردن سایر اضلاع از قضیه سینوس ها استفاده می‌کنیم. اما اگر دو تا ضلع و زاویه بینشون معلوم بود یه دونه زاویه داشتیم، برای به دست آوردن ضلع سوم میایم از قضیه کسینوس ها استفاده می‌کنیم. خب اینم از قضیه کسینوس ها و مثالی از آن. سوال مشکل مورد نداریم؟ بریم بچه ها قضیه نیمساز های داخلی و محاسبه طول نیمساز ها. دو تا قضیه داریم. قضیه یک چی میگه؟ میگه در هر مثلث نیمساز هر زاویه داخلی ضلع روبرو به آن زاویه را به نسبت دو ضلع زاویه قطع میکند. یعنی چی؟ نگاه کنید، در هر مثلث اگه من نیم سازش رو رسم کنم، A B C D. بچه ها A1 و A2 با هم برابرن چون نیم سازه.
حکم ما اینه. آ بی ب آ سی برابر است با بی دی به دی سی. من میخوام اینو اثباتش کنم. بچه ها این شکل حکم نگاه کنید. شما رو یاد کدوم قضیه میندازه؟ آفرین، قضیه تالس. پس من میام چیکار میکنم؟ استفاده میکنم از قضیه تالس. قضیه تالس رو به وجود میارم. چجوری؟ ببین چیکار میکنم؟ میام میگم که میام میگم که از سی به موازات عادی رسم میکنم. دیگه میام پایین تر که راحت تر باشیم. میام از سی به موازات عادی رسم میکنم. بعد بی دی و بی نگاه کن. ای بی رو امتداد میدم از سمت ای که اینو قطع کنه. امتدادش میدم. خب توی این نقطه که قطع کرد میگم نقطه ای. درست شد؟ پس چی شد؟ یک بار دیگه میگم اینو حتما باید بنویسی برای اثبات ها. برای اثبات باید بنویسی که از نقطه سی خطی به موازات عادی همون نیمساز رسم میکنیم تا امتداد آبی را در نقطه ای قطع کند. حالا ببین در مثلث ای بی سی داریم عادی موازی ایسی. اینجا میتونی از قضیه تالس استفاده کنی. پس در مثلث ای بی سی از اونجا که عادی موازی است با ایسی طبق تالس داریم، نگاه کن، طبق تالس بچه ها آبی به آیی برابر است با بی دی به دی سی. به دی سی اینو میزنم رابطه یک نگهش دار. خب بچه ها بریم استفاده کنیم از خطوط موازی و مورب. زاویه های آیک و آدو با هم برابرن. علت عادی نیم سازه. نگاه کنید بچه ها عادی موازی است با ای سی. عادی موازی است با ای سی و میام یک بار بی ای رو میگیرم مورب. بی ای مورب. در این صورت زاویه ای با زاویه آیک با هم برابرند. ای مساوی است با آیک. خب باز عادی موازی است با ای سی. بچه ها این سری آسی رو میگیرم مورب. آسی مورب. از اینجا زاویه آدو و سی یک با هم برابرند. مگه آیک و آدو با هم برابر نبودن؟ چون آدی نیمساز بود دیگه. خب این وریا با هم برابرند. پس ای و سی یک با هم برابرند. زاویه ای مساوی است با زاویه سی یک. بچه ها مثلث ای ای سی نگاه کنید. توی این مثلث ای ای سی دقت کنید دو تا زاویه با هم برابرن. پس نتیجه میگیرم که مثلث هم میشه متساوی و ساقین، یعنی آسی و آئی با هم برابرن. پس از این نتیجه میگیرم که مثلث ای ای سی ای ای سی متساوی و ساقینه. پس ای ای و ای سی با هم برابرند. ای ای مساوی است با ای سی. درست شد؟ بچه این هم زن رابطه دیه دو. ببین از یک و دو چه نتیجه میگیرم؟ از یک و دو. خب ای ای و ای سی با هم برابرند. درسته؟ ای ای و ای سی با هم برابرند. خوش هم چی بود؟ اینجا اگه تالس رو به کار میبره میشد بی ای بی به ای ای. این ای بشه خب پس بچه ها به جای ای ای میذارم ای سی. یعنی اینکه آبی به آ
به جای آ این معادلش رو میذارم، معادل آی چیه؟ آسی آسی مساوی است با بی دی به دی سی. خب این همون حکم ما بود. حکممون چی بود؟ نسبت هر دو ضلع برابر است با، نگاه کنید بچه ها، ای بی به ای سی برابر است با بی دی به دی سی. ای بی به ای سی برابر است با بی دی به دی سی. پس ما اومدیم ثابت کردیم که در هر مثلث هر نیم ساز، ببین هر نیم ساز میاد چیکار میکنه؟ ضلع روبرو به اون ضلع رو به نسبت دو ضلع زاویه قطع میکنه. بچه ها به نسبت دو ضلع زاویه میاد چیکار میکنه؟ قطع میکنه. خب حالا ما تا اینجا اومدیم به دست آوردیم که این نیم سازه ضلع روبرو رو با چه نسبتی قطع میکنه. تو مسئله بعدی میخوام طول نیم سازم هم به دست بیارم. این عادی طولش به چه صورته؟ نگاه کنید، همراه باشید با من. برو چی میگه؟ در هر مثلث مربع اندازه هر نیم سازه داخلی برابر است با حاصل ضرب اندازه دو ضلع زاویه منهای حاصل ضرب اندازه دو قطعه که نیم ساز روی ضلع ایجاد کرده. یعنی چی؟ ببین تا بگم یعنی چی. بچه ها یه مثلث داریم، بزنید داشته باشمش. خب نیمسازش رو رسم کنم، نیمساز یک ضلع، مثلا نیمساز رو رسم کنم. خب حکممون اینه بچه ها، عادی به توان دو برابر است با حاصل ضرب دو ضلع زاویه، یعنی آبی ضرب در آسی منهای دو قطعه ایجاد شده بی دی ضرب در دی سی. درست شد؟ این حکم ماست، یعنی طول نیمساز از این رابطه به دست میاد. اما میخوام اینو اثباتش کنم. برای اثبات بچه ها میام چیکار میکنم؟ یاد باشه بنویس دایره محیطی مثلث ای بی سی را رسم میکنیم. ببینم اینجوری میتونم دایره محیطش رو رسم کنم که کارمون راحت تر بشه یا خیر؟ نه، بذار اول پس من این رو رسمش کنم. صبر کنید اجازه بدید من بیام پایین تر رسمش کنم که دقیق تر بشه، کمی جور دوشاره مشکل بشه. پس برای اثبات بیام چیکار میکنم؟ یک، دایره محیطی مثلث ABC را رسم میکنیم. خب باشه نگاه کنید، A B C و D. خب اما برای اثبات میام چیکار میکنم؟ ببینم برو محیط رو رسم کردم. ببین چیکار میکنم؟ عادی رو از سمت D امتداد میدیم تا دایره رو در نقطه E قطع کند. عادی رو از سمت دی امتداد میدهیم تا دایره را در میده کیو رو یخ آب میگیره. بعد میام ایران به سی وصل میکنیم، ایران به سی وصل
میکنیم. خب انجام بدن. امتداد میدیم. این ای، ای هم میان به سی وصل میکنم. خب بچه ها نگاه کنید، میام از تشابه استفاده میکنم. مثلث A, B, D و A, E, C رو میگیم با هم متشابهند. خب چرا با هم متشابهند؟ ببینید بچه ها، دقت کنید، دقت کنید. اولا زاویه های آیک و آدو با هم برابرند. زاویه آیک برابر است با زاویه آدو. در ثانی بچه ها، زاویه بی مساوی است با زاویه ای. میدونی چرا؟ چون هر دوشون روبروی یک کمانن. زاویه های محاطی روبروی یک کمان با هم برابرند. این هم میشه چون هر دوشون برابرند با یک دوم آ سی. پس از این نتیجه میگیرم به حالت دو زاویه دوتا مثلث متشابهند. مثلث A B D متشابه هست با مثلث A E C. خب دوتا مثلث شدن متشابه شدن. بچه ها تناسب اعضاء نظیر رو بریم براش. تناسب اضلاع نظیر، درسته؟ خب نگاه کنید، زاویه B و E ضلع روبروشون یکی میشه، این AD. پس میشه AD به روی خب زاویه مساوی با B E، E هم ضلع روبروش میشه AC، مساوی است. بعدی برای زاویه D ما AB رو داریم، این با C برابره. خب پس AE رو داریم. اون یه حالت دیگه هم که میشه BD به EC. من با این کاری ندارم. این دوتا رو بچه ها طرف وسطین بریم براش. ببینید من این اگه طرف وسطین برم چی میشه؟ میشود AD ضرب در AE برابر است با AB ضرب در AC. اما AE رو اگه تو شکل رو دقت کن یه لحظه، بیا اینجا با من باش. ببین AE میشه AD به اضافه DE، جایگزین میکنم. پس به جای AE میذارم AD به اضافه DE. پس AD در به جای AE گذاشتم AD به اضافه DE، درسته؟ این مساوی است با آبی ضرب در آسی. ضرب میکنم میشه آدی به توان دو به اضافه آدی در دی ای، که این مساوی است با آبی ضرب در آسی. آبی ضرب در آسی. خب حالا نگاه کن ببینیم چی کار کنیم. برگردم به فصل یک بچه ها. آدی ضرب در دی ای، استفاده کن از روابط طولی. من اینجا برات می نویسم. ببین اینجا داشته باش. سلام، خیلی خوش اومد به کلاس امروز. روابط طولی برات می نویسم چون میخوام ازش استفاده کنم. چی میگه؟ میگه آدی در دی ای، آدی ضرب در دی ای مساوی است با بی دی ضرب در دی سی. بی دی ضرب در دی سی. استفاده کردم از روابط طولی در دایره. فصل یک، روابط طولی در دایره. خب پس میام از این استفاده میکنم و به جای آدی در دی ای معادلشو میذارم. یعنی این که آدی به توان دو به اضافه آدی در دی ای میشه بیدی در دی سی. بیدی در دی سی مساوی است با آبی ضرب در آسی. خب بچه ها گام پایانی نگاه کنید. آدیو نگهدار.
عادی به توان دو برابر است با این دوتا، یعنی آبی ضرب آسی. سلام. منهای میره اونور، منهای بیدی در دیسی، بیدی ضرب در دی سی. درست شد؟ این هم بود اون حکمی که میخواستیم. سلام درست. خیلی خوش اومده. یعنی مربع اندازه هر خیلی خوش اومده کلاس این حاصل ضرب دو ضلع زاویه منهای حاصل ضرب دو قطعه ایجاد شده روی ضلع سوم. این میشه مربوط به طول نیمساز زاویه داخلی مثلث که به این صورت به دست میاد. دقت کردید بچه ها چی شد؟ سلام. خب ندارید سوال؟ یه سوال عددی از این قضیه بریم. میگه که در سلام. مثلث ABC AB3 AC 5 و BC 7. خب من یه مثلث داشته باشم. AB سلام. خیلی خوش اومد به کلاس امروز. من توضیح بدم به خیلی سلام. خیلی خوش اومد به کلاس امروز. من توضیح بدم کلش هفته. بعد نیمساز زاویه آ رو بیام رسم کنم. بچه ها نیمساز زاویه آ رو اگه رسم کنید دقت کنید، این نیمساز زاویه آ، این هم دی. خب بچه ها نگاه کنید، اگر من اینجا رو بگیرم ایکس، اینجا چی میشه؟ میشه هفته منهای ایکس. اول بیاید ایکس رو به دست بیاریم. قضیه قبلی، این قضیه نه، قضیه قبلی، هر نیم ساز ضلع مثلث رو به نسبت دوتا ضلع قطع میکنه، یعنی AB به AC مساوی است با BD به DC. پس AB مون هست 3/5 برابر است با X به 7 منهای X، که اگه طرف این وسط اینم کنیم 5x مساوی است با 21 منهای 3 تا x. درسته؟ 21 منهای 3 تا x که از اینجا x میشه 21/8. خب پس اینجا میشه 21/8. بنویسم 21/8. 7 منهای 21/8 شب 8 و 5 و 6، 21 ازش کم کنیم 35/8. خب پس این دوتا به دست اومد، یعنی 21/8 و 35/8 طول ضلع. بریم عادی به توان دو برابر است با حاصل ضرب این دوتا، منهای حاصل ضرب این دوتا 21/8 ضرب در 35/8. حالا هرچی شد به دست بیاریم بچه ها، اون دیگه به عهده خودتون که هرچی به دست اومد. درست شد؟ پس اینم شد طول نیمساز ما که به این صورت به دست میاد. خب مسئله مربوط به نیمساز ها را هم در مثلث ها فهمیدیم. بچه من کمش کنم، خیلی سر شده. خب اینم از این مسئله. بریم بعدیم آخرین درسنامه فصل سوم ما قضیه هرون هستش. قضیه هرون بچه ها چی میگه؟ میگه که توی مثلث دلخواه ABC با طول اضلاع A و B و C اگر P نصف محیط باشه، دقت کن P نصف محیطه، در این صورت مساحت مثلث برابر است با جذر حاصل ضرب محیط در نصف محیط در، نگاه کن P مون منهای تک تک اضلاع کن رو در هم ضرب کن. خب این میشه دستور هرون در محاسبه مساحت مثلث. خیلی خیلی پرکار بوده. یه جا زاویه رو نداری، یه جا نمیدونم ارتفاع رو نداری، یعنی از هیچ رابطه دیگه نمیتونی استفاده کنی، فقط طول اضلاع رو داری که از قضیه هرون میشه استفاده کرد. یه مثال عددی حل کنیم ازش. مساحت مثلث با اضلاع 13 14 15 رو به کمک دستور هرون به دست آورید. ما اول باید محیط رو به دست، پی رو به دست بیاریم. خب از اونجایی که میدونیم پیمون نصف محیطه، پس پی برابر است با 15 به اضافه 14 به اضافه 13 دوم که میشود 7 و اونم
14 تا میشه 21. مساحت برابر است با رادیکال 21 در 21 منهای 15 21 منهای 14 21 منهای 13 که برابر است با رادیکال 21 در 21 منهای 15 میشه 6 منهای 21 منهای 14 میشه 7 و 8. خب اگر بریم اینو حلش کنیم بچه ها نگاه کنید حاصلمون برابر میشه بعد با خب ما دو تا 7 داریم جزش یکیش میاد بیرون بعدش 3 تا 6 تا 6 هم داریم بعدش 4 هم که میشه 2 پس میشه 84. پس مساحت این مثلث برابر است با 84 و همین راحتی به دست اومد. دقت کردی چیکار کردم؟ اومدم اول پیو به دست آوردم نصف محیط بود جمع کردم مجموعه از بار رو تقسیم بر دو کردم بعد 21 ضرب در 21 منهای 15 ضرب در 21 منهای 14 ضرب در 21 منهای 13 حاصل رو ضرب کردم و جواب شد 84. یعنی این که بچه‌ها محیط این مساحت این مثلث برابر است با 84. حالا طول مساحت ها رو میتونیم طول ارتفاع ها رو میتونیم به دست بیاریم بچه‌ها. آره آره تموم شد. ارتفاع ها رو مثلا اگه ما بخوایم یک ارتفاع رو به دست بیاریم مثلا ارتفاع وارد و انزل رو اگه بخوام به دست بیارم ببینید چی میشه. مگه مساحت مثلث؟ آره آره تموم شد. آره مساحت مثلث مگه نبود یک دوم حاصل ضرب هر زل در ارتفاع وارد بر اون زل؟ پس ارتفاع میشه دو الغای فارادی و مبدل و جریان منابع خواهی دید و لذت خواهی برد. خیلی ممنون. تقسیم بر 14 درست شد. 84 تقسیم بر 14 6 زد در 2 12 پس این میشه 12. نگاه یکی از ارتفاعمون میشه 12. ارتفاع وارد بر زل 14 میشه 12. اما یه سوال، دستور محاسبه مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع آ را با استفاده از دستور هرون به دست آورید. بچه ها ما میدونستیم که و الغای فارادی و مبدل و جریان متناوب خواهی دید و لذت خواهی برد. خیلی ممنون. درسته اینو. حالا میخوام به کمک دستور هرون اونو به دست بیارم. ببینیم بریم. اول پی رو به دست بیارم. پی میشه نصف محیط. پس سه تا آره تموم شد. آره سه تا آ دوم اس میشه رادیکال سه آ دوم در سه آ دوم در سراسری. خیلی ممنون. الغای فارادی و مبدل و جریان متناوب خواهی دید و لذت خواهی برد. خیلی ممنون. این برابر است با رادیکال 3 آ دوم در بچه‌ها یکی رو حساب کنیم همش همون میشه پس به توان 3 میرسونم 3 آ دوم منهای آ میشه 1 دوم آ به توان 2 برسون. خب به توان 3 باید برسیم چون 3 تا خب این میشه رادیکال 3 تا آ دوم در یک هشتم آ به توان 3. خب بچه ها به دست بیاریم برابر میشود با رادیکال 3 ضرب در آ چهار به روی 16 جذر بگیر آ 4 میشه آ 2 16 میشه 4 رادیکال 3 همه نگاه آ 2 4 رادیکال 3 یا آ 2 رادیکال 3 4 پس مساحت مثلثمون به دست اومد آ 2 رادیکال 3 درست شد. پس بچه ها به همین راحتی ما آمدیم مساحت مثلثمون دست خواهی برد. خیلی ممنون. متساوی الاضلاع به ضلع آ رو بر اساس و به کمک دستور هرون محاسبه کردیم. خب دقت کردید چی شد بچه ها؟ ما اومدیم چیکار کردیم؟ چیزی کاری که امروز کردیم دقت کنیم اون روندی که امروز طی شد حواست اینجا باشه. گفتیم که
فصل سوم چند تا قضیه، یکی مربوط قضیه سینوس ها بود، قضیه کوسینوس ها بود، نیم سازه، دو تا قضیه مربوط نیم ساز داشتیم، یعنی چهار تا اثبات تو این فصل داشتیم. این فصل از لحاظ لذت خواهی برد، خیلی ممنون. قضیه اما یادتون باشه دو تا مسئله مهمم توی تمریناتتون دارید، یکی مسئله مربوط به قضیه میانه ها و قضیه اسم. این دوتا رو هم یکم حالا طولانی شد خارج از بحث بود دیگه، من نیادم، خودتون برید پیگیری کنید اسپورت. اگر بدم پس حواستون باشه، روند امروز قضیه سینوس ها رو بهتون گفتم چی بود؟ اندازه هر ضلع به سینوس زاویه دوروش برابر بود با قطر دایره محیطی مثلث، قضیه سینوس ها. قضیه کوسینوس ها هم بهتون گفتم. قضیه کوسینوس ها چی میشد بچه ها؟ قضیه کوسینوس ها چی میگفت؟ میگفت مربع هر ضلع برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر منهای دو برابر حاصل ضرب همون دو ضلع در کوسینوس زاویه بینشون، که در حالت خاص اگر مثلث قائم زاویه باشه میشد رابطه فیثاغورس یا همون قضیه فیثاغورس. بعد اومدیم بحث نیم سازها رو مطرح کردیم، گفتیم که نیم ساز در هر مثلث ضلع روبرو رو به نسبت اون دو تا ضلع دیگه قطع میکنه و طول نیم سازمون مربع نیم ساز برابر بود حاصل ضرب دو ضلع زاویه منهای حاصل ضرب دو قطعه ایجاد شده بر روی ضلع سوم، بر روی ضلع سوم. و مثال هاشون هم با هم کار کردیم. خب اگر سوالی مشکل موردی هست بفرمایید، در غیر این صورت خسته نباشید. خب مشکلی موردی نیست؟ بچه ها یه فلشبک هم بزنم رو تبدیلات. نگاه کنید ما سه تا چهار تا تبدیل داشتیم، دوران، انتقال، باستاب، تجانس. خب کار با تعاریفشون نداشتم. تنها تبدیلی که ایزومتری یا طولپا نبود تجانس بود، اون سه تا تبدیل دیگه یعنی هم باستاب هم دوران هم انتقال طولپا بودن. بچه ها تعداد نقاط ثابت تبدیل در در هر چهار تا تبدیل، باستاب بیشمار نقطه ثابت تبدیل داشت، انتقال نقطه ثابت تبدیلی نداشت، دوران فقط یک نقطه ثابت تبدیل داشت، تجانس هم یه دونه نقطه ثابت تبدیل داره و تبدیل همانی تبدیلیه که تصویر هر نقطه بشه خودش. خب باستاب اصلا نمیتونه تبدیل همانی باشه، اما انتقال زمانی میتونه تبدیل همانی باشه که دقت کن بردار انتقال بشه بردار صفر، دوران زمانی تبدیل همانیه که زاویه دورانت مضربی از 360 یا 2 پی باشه، و در پایان تجانس فقط زمانی یک تبدیل همانیه که نسبت تجانس یعنی کامون برابر باشه با یک، کا برابر باشه با یک کا. اگر قدر مطلق کا برابر باشه با یک میگیم تجانس طول پاس، ولی برای همانی بودن حتما باید کا برابر باشد با یک. خب و کاربرد تبدیل ها دو سبک کاربرد داشت، یک مسائل هم پیرامونی یا هم محیطی که مربوط بود به افزایش مساحت بدون تغییر محیط و اضلاع، درست شد، بدون تغییر در محیط و تعداد اضلاع، دو پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر که جفتشون بر اساس کاربرد چی بود؟ باستاب بود، درست شد. خب بچه ها هندسه دومون تمام شد، کلن تمامی مفاهیم و مثال ها و قضایای مهمش رو با هم امروز کار کردیم، اون چیزی که مونده بود. خب قشنگ کامل بخونید، مطمئن باشید انشاءالله در اولین فرصت تو همین چند وقته اخیر، حالا یه هفته ده روز اخیر سعی میکنم حتما یه دونم آمار احتمال بذارم اون کتابم تموم کنیم که دیگه مبحث مونده نداشته باشیم. و خدا نگهدار. از این سمت هم گفتیم تخمک یاخته دو ان بافت خورش یکی از سلول های خورش وقتی رشد ابعادی کنه میوز کنه و... کتاب نگفته بود اینایی که من گفتم ها، سه تا سیتوکینز کنه، از سیتوکینز چند تا نابرابر؟ دو تا نابرابر، یه دونه برابر انجام بده، باعث ایجاد چهار یاخته میشه، از این چهار یاخته سه تا میمیرن،
یکی باقی میمونه، به این میگن هاگ. چی بهش میگن؟ ماده. هاگ ماده برای این که بخواد این کار انجام بده، من گفتم اینجا بلد باشین از یک هاگ ماده، این یاخته باقی ماده، هاگ چیه؟ ماده است. برای این که انجام بشه 7 میتوز و 6 سیتوکینز انجام میشه. حالا میخوام اینجا رو به شما بگم. خب تکرار کردم، یه لحظه یه لحظه گوش کن. من میخوام اثبات کنم برای ایجاد کیسه رویانی، برای ایجاد کیسه رویانی اوکی، از یک هاگ ماده، برای ایجاد کیسه رویانی از هاگ ماده 7 میتوز 6 سیتوکینز، میخوام اثبات کنم 5 تاش برابره، یکیش نابرابره، چون ما عادت کردیم همیشه خاص باشیم. میخوام اثبات کنم. چرا میگم این اعداد از کجا اومد؟ استاد میشه اثبات کنی؟ چون اصولا بچه‌ها میگن پایه های متاسفانه ضعیفی دارن. میخوام بریم انجام بدیم. چرا اینجوری میشه؟ یه لحظه گوش کن. این هاگ ماده است، همه نگاه کنیم. هاگ ماده بار اول که میتوز میکنه میاد دو تا سلول ایجاد میکنه. میتوز اول، قبول داری؟ یه میتوز. بعد میاد بازم سیتوکینز برابره، میاد میتوز بعدی رو میکنه، نگاه کنید بازم میتوز میکنه، اما سیتوکینز ها برابره، اندازه نکن، بازم میشه چی؟ میتوز. باز میشه میتوز. چند تا سلول ایجاد میکنه؟ چند تا ایجاد؟ 4 تا. اما سری بعد نگاه کن چه اتفاقی میفته. توی سری بعد وقتی که میخواد انجام بشه، یه دونه سلول بزرگ ایجاد میشه، یه سلول کوچیکتر. اینم میتوزا، ولی سیتوکینز نابرابره. میتوز سیتوکینز نابرابر. بچه‌ها این شد برابر، سیتوکینز برابر، سیتوکینز برابر، سیتوکینز برابر. اینجا سیتوکینز میشه نابرابر، که اینو بهش میگن تخزا ایجاد میشه. اما اینا چه؟ اینا کار خودشون انجام میدن، دو تا سلول هم اندازه ایجاد میشه، سیتوکینز میشه برابر. اینها هم دو تا سلول هم اندازه انجام میشه، میشه سیتوکینز برابر. اما یکی از اینها این کار میکنه، وقتی میتوز انجام میشه عدم سیتوکینز باعث میشه یه سلول ایجاد بشه به نام سلول چند هسته‌ای، دو هسته‌ای ایجاد بشه. خب من میدونم استاد این تقسیمم که میتوز بود، بیا با هم دیگه بشماریم، یه لحظه. بچه چند تا میتوز من گفته بودم؟ چند تا میتوز گفته بودم؟ 7 بشماریم. نکن با رنگ سبز میتوزا رو بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7. چند تا میتوز رخ داد؟ 7 چند تا سیتوکینز برابر رخ داد؟ برابر، حالا با تیک آبی، برابر سیتوکینز برابر، سلول‌های هم اندازه. 1 2 قبول داری؟ 3 4 اینم بود دیگه. 5 تا سیتوکینز برابر رخ داد. چند تا نابرابر رخ داد؟ نابرابر تیک مشکی میزنم، یه نابرابر رخ داد. فهمیدی؟ به خاطر همین که سیتوکینزش آخری انجام نمیشه، میتوز با سیتوکینزش برابر نیست. 7 میتوز میکنه اما یک بار سیتوکینز نمیکنه تا دو هسته‌ای ایجاد بشه، و یک بار نابرابر میشه تا تخزا ایجاد بشه. یاد گرفتین بچه‌ها؟ خب اوکی بچه‌ها، برای ایجاد یک کیسه رو، یعنی از یک هاگ ماده چند تا میتوز رخ داد؟ چند تا سیتوکینز؟ چند تا نابرابر؟ آفرین. چند تا برابر؟ بچه نابرابر میشه یکی، برابر میشه 5 کل سیتوکینز ها 6 راستی وقتی ما میگیم سیتوکینز ایجاد میشه تو گیاهان، ایجاد حلقه انقباضی غلطه، با صفحه سلولی ایجاد میشه. وقتی برابر وسط سلوله، وقتی نابرابر کناری سلوله، وقتی هم که انجام نمیشه صفحه ایجاد نمیشه. خوب بود دیگه؟ اوکی دیگه. پس بریم رو متن های جزوه. خب من اینا رو بعد ببندم، اینم که بعد ببندیم.
چون تو آفلاین میذارن رو یاد میگیریم. خب اما برسیم سراغ جزوه‌مون که بیشتر نکات به صورت تایپی خدا شکر براتون گذاشتم. بریم پایین یاد بگیر. گوش کن، گوش کن. خب ما چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. بچه‌ها فقط وقتم 5 دقیقه است. بسیار کم بود. البته چیزی بمونه دیگه جلسه بعدی ما رو کلاس کار نخواهیم کرد. میریم سراغ فصل میتوز و میوز. من باقی مونده این اگه چیزی بمونه توی گروه هاتون براتون میذارم، یعنی اگه قرار باشه صفحاتی بمونه رو مجبور میشم خودم ضبط کنم براتون بذارم داخل گروه، چون امروز یه رو وقتمون پرت رفت. ببینید پس از پاک نویس تخت نویسی به نکات زیر دقت کنید. 1. کیسه رو این چند سلول دارد؟ 7 سلول. دیدی نوشتم 8 تا هسته دارد. این هسته ها معمولا ان هستن. چرا معمولا ان؟ چون گفتم ممکنه گل مغربی چی باشه؟ 4N باشه، که در اون صورت این هسته ها میشن چند N؟ میشن 2N. اصلا ممکنه گل مثلا گل گندم، ممکنه گندم باشه، گندم چند N باشه؟ 6N باشه، که در اون صورت هسته ها میشن 3N. وقتی 2N یا 3N میشن کروموزوم همتا خواهند داشت، ولی معمولا همتا ندارن، یعنی هاپلوید هستن. اوکی شد دیگه. بچه کیسه رویانی مستقیم حاصل میتوزه و دارای 2 قطب است و هر قطب 3 سلول دارد. بچه اینا گفتم دیگه مشخص. نکته سوم، کیسه رویانی توسط پوسته تخمک احاطه میشود. کیسه رویانی توسط، یادتونه من گفتم کیسه، گفتم 1 2 3 تا سلول، 1 2 3 تا سلول، بعد گفتم 2 تا پوسته آتش میکنه دیگه، این همون پوسته های تخمک احاطه میکنه و کیسه رویانی محل لقای چه مضاعف است. ببین بچه ابتدا خیلی مهمه، ابتدا رویشی ایجاد لوله گرده میکنه و به سمت تختان حرکت میکنه، چیزایی که گفته بودم رو تایپ کردم. سپس یعنی اول لوله، سپس درون آن زایشی با 1 میتوز و 1 سیتوکینز نابرابر. نابرابر غلطه. بعد بگیم چی؟ برابر. با 1 میتوز و 1 سیتوکینز برابر ایجاد 2 تا اسپرم بدون تاژک میکنه. اینا تاژک ندارن، با حرکت لوله گرده به تخمک نزدیک میشوند. بچه یه چیزی که من فوق العاده تو تست مهمه این نکته است. بچه دیواره لوله گرده از دیواره داخلی دانه گرده برشن میگه. شکل رو نگاه کنی، دیواره لوله گرده از دیواره داخلی دانه گرده منشأ میگیره، دیواره خارجی بگه غلطه. اصولا معلمان اینو بهتون نگفتن، شاید مدرسه کنکور هم شما نگفته باشن که دیواره لوله گرده از دیواره داخلی دانه گرده منشأ میگیره. لوله دیواره داره، منشأش دیواره داخلی، چون دیواره خارجی مونده. می چرا؟ چون وقتی این دانه گرده است که اومده روی خامه نشسته، گوش کن، بچه رو کلاله نشسته، من یه رنگ رو بکشم، رنگ آبی. ببین لوله گرده از این منشأ میگیره، یعنی از دیواره چی منشأ میگیره؟ آفرین. دیواره لوله گرده از دیواره داخلی، از آبی منشأ میگیره، از خارجی منشأ نمیگیره. این نکته خیلی مهمه. اگه شکل رو نگاه کنیم، هسته سلول رویشی نسبت به اسپرم زودتر به مجاورت منفذ میرسه. میتونم اینو بهت نشون بدم ها، نگاه کن، اینو میتونم بهت نشون بدم. ببین هسته رویشی اینجا رسیده در حالی که اسپرم تازه میخواد برسه. کدوم زودتر رسیده؟ هسته رویشی نسبت به اسپرم ها زودتر خودشو به تخمک چه کار میکنه؟ میرسونه. این فوق العاده بود. دیواری این مهمه. دیواری خارجی، اونی که میاد اینجا قرار میگیره، گفتم دیواری خارجی منفذ رو داره. حالا ممکنه صاف باشد یا تزئینات داشته باشه، ولی قطعا منفذ داره. دیواری خارجی دانه گرده قطعا منفذ داره. برای آزاد شدن دانه های گرده، متن کتاب میگه دیواری بساک باید شکافته بشه. راستی بچه این خیلی مهمه. لزومن گرد افشانی موجب لوله و اسپرم و لقا نمیشه، چون گاهی اوقات، گوش کن، گاهی اوقات دانه گرده میاد روش میشینه، ولی کلاله بهش اجازه نمیده که لوله ایجاد کنه. یعنی گاهی اوقات میاد ناکام از دنیا میره، یعنی میاد میشینه ولی لوله نمیزنه. لوله که نزنه اسپرم نمیزنه، اسپرم نزنه لقا نمیشه، چون کلاله باید یعنی جنس ماده باید اونو بپذیره. یعنی هر گرد افشانی لزوما موفق نیست. راستی من چون فکر نکنی که همیشه قراره یه دانه گرده بشینه، گاهی اوقات ممکنه 2 تا، ممکنه 3 تا دانه گرده بشینه، ممکن است بیش از 1 گرده
روی کلاله بنشینه و بیش از یک لوله ایجاد بشه. کتاب دبیرستان شما کتاب دبیرستان شما حالتی کشیده که یه دونه قرار گرفته ولی ممکنه مثلا چند تا، ممکنه دو تا روش بشینه، ممکنه سه تا روش بشینه، یعنی ممکنه دو تا لوله ایجاد بشه. تو تخمک ها اینجا میتونه بیش از یکی هم باشه، یعنی به سمت مثلا دو تا تخمک بره، یعنی چنین چیزایی هم میشه در نظر گرفت. در حلقه سوم و چهارم گل، حلقه سوم میوز سیتوکینز نابرابر رخ میده. میشه نابرابر؟ نابرابر در حلقه سوم برای اینکه دانه گرده رسیده ایجاد بشه. یادتونه وقتی میخواد دانه گرده رسیده ایجاد بشه، نارس میتوز و سیتوکینز نابرابر میکنه، رویشی و زایشی هم نابرابره. میتونه در حلقه چهارم اتفاق بیفته. حلقه چهارم برای ایجاد هاگ ماده، برای ایجاد هاگ ماده و حتی برای ایجاد کیسه رویانی. بنابراین یاد باشه چه در حلقه سوم چه در حلقه چهارم میوز و سیتوکینز نابرابر میتونه رخ بده. حلقه سوم برای اینکه رویشی زایشی اندازشون برابر نباشه، حلقه چهارم برای اینکه هاگ بزرگتر بشه یا اینکه تخسا بزرگتر باشه نابرابری رخ میده. این ده بچه فوق العاده است. میدونین چرا؟ میدونین چرا بچه این فوق العاده است؟ نکته ده ببین، گوش کن، گوش کن، توی گیان نکته عجیبی وجود داره. گامت نرماته تو جنس ماده ایجاد میشه. نه بابا مگه میشه؟ نگاه کن، نگاه کن، این شکل فوق العاده است. نگاه کن یه لحظه با دقت بچه ها، اسپرم اینجا ایجاد میشه، ایجاد اسپرم. بچه ها اینجا کجاست؟ مگه بخش از مادگی نیست؟ مادگی جنس ماده است. ایجاد اسپرم داخل جنس ماده ایجاد میشه. تخسام که توی چه ایجاد میشه؟ در مادگی داره ایجاد میشه. ببین چون اسپرم درون لوله گردی ایجاد میشود که لوله در مادگی است. کجای ماده؟ مثلا چی بهش میگیم؟ خامه دیگه. اوکی کجا؟ خامه. چون اسپرم در لوله گردی ایجاد میشود که در خامه مادگی وجود داره و تخسا درون تخمک ایجاد میشود که اونم جزء مادگیه و مادگی جنس چی محسوب میشه؟ ماده محسوب میشه. نتیجه نکته فوق‌العاده خفن کنکور سراسری اینه که در گیاهان گامت‌ها یعنی یاخته‌های جنسی نر و ماده در حلقه چندم ایجاد می‌شود؟ بچه‌ها در گیاهان گامت‌ها در حلقه، گامت‌های نر و ماده در حلقه چندم؟ در حلقه بگین دیگه، حلقه چندم؟ چهارم. آفرین، در حلقه چهارم ایجاد می‌شود. یعنی در ساختار جنسی ماده، یعنی در مادگی داره ایجاد میشه. جالبا توی جانوران اینجوری نیست. توی جانوران خب توی جنس نر اسپرم ایجاد میشه، توی جنس ماده تخمک، یعنی گامت مادهش. اما توی گیاهان، گیاهان منظور گیاهان نهاندار ما صحبت میکنیم، این فطر بوده مثل نهاندارگانه، یاخته جنسی نر و ماده در یک جنس یعنی در همون ساختار جنسی ماده ایجاد خواهد شد. که بچه ها متاسفانه دیگه ما تایممون برنامه تا اینجا تموم شد. نگران بخش باقی موندهش که سه صفحه هست نباشید، من به صورت ضبط شده و دقیق اینا رو در تمام گروه هاتون قرار میدم تا نهایت استفاده رو ازش ببریم، چون جلسه بعد میخوام این سراغ میتوز و میوز. خسته نباشید، خسته نباشید.